ای که روشن شود از نور تو هر صبح جهان، روشنای دل من حضرت خورشید سلام. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای، با تقدیم دستگل‌های از صلوات بر خاتم پیغمبران سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام و درود و احترام ویژه محضر یکایک شما نازنینان همراهان رسانه جهانی هادی با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما هستیم. با برنامه به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم خداوند توفیق داد تا باز هم مهمان محافل گرم و مؤمنانه شما عزیزان باشیم. در ماه ربیع الاول، در ماه روزهای خوب خدا، روزهای لبخند خدا بر زمینیان، میلاد سراسر نور خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و روز به روز و لحظه به لحظه به این نور نزدیک میشیم. تبریک عرض میکنیم پیشا پیش این میلاد بزرگ خدمت یکایک که شما مؤمنان گوار. همراه شما عزیزان در محضر جناب استاد موسوی، چهره آشنای برنامه‌های رسانه جهانی هادی هستیم. استاد عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر، تبریک عرض میکنیم پیشا پیش. خواهش میکنم. علیک السلام. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و احترام دارم. ما هم متقابلا عرض تبریک داریم. میلاد مسعود پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر شما و بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم. بسیار لطف کردین استاد، بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. در واقع شاید ظاهرا بنده میزبان شما باشم در این برنامه، ولی در واقع شما بسیار سابقه دارین در این برنامه ها و انشالله که همه بزرگواران هم همعقیده هستن با بنده که جلساتی که در خدمت شما هستیم بسیار مفید هست، بسیار پربار هست. انشالله که امشب هم با توجه به موضوعی که عزیزان انتخاب کردن و قرار هست این جلسه و چند جلسه آینده را در محضر شما در خدمت همه همراهان محترم برنامه به وقت بیداری باشیم، مثل همیشه مفید باشه انشاءالله. استاد عزیز، با توجه به اینکه برنامه را با همین فضا آغاز کردیم، ماه ربیع الاول و شاید چند روزی بیشتر تا میلاد نورانی حضرت نمانده و شاید گرانقدرترین یادگار حضرت در این کره خاکی که ما میتوانیم آن را بین دو دست خودمان بگیریم و لمس کنیم قرآن کریم هست. موضوعی که انتخاب کردیم با توجه به این ایام به نظر من بسیار مناسب هست، از قرآن، از حفظ تا تدبر. و شاید خیلی خیلی از خانواده های محترم مؤمنین عزیز دوست دارن که فرزندانشان به حفظ قرآن روی بیارن و ما میخواییم که انشاءالله در این جلسه و جلسات بعد در مورد این موضوع از شما بیشتر بشنویم و مثل همیشه یاد بگیریم. اما استاد عزیز، قبل از اینکه به محضر شما برسیم و از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنیم، اجازه بدین تا پل ارتباطی را اعلام بکنیم. بله بفرمایید. مثبت 964-780-255-40-13 در اختیار شما هست. می توانید 24 ساعته از این پل ارتباطی استفاده کنین و هر گونه پیامی که دارید، حاوی انتقادات، پیشنهادات و سوالات خودتان با ما به اشتراک بگذارید. این پل ارتباطی یک راه سازنده و دو طرفه هست تا ما هم از نظرات ارزشمند شما عزیزان آگاه شویم. حتما ما را مورد لطف خودتان قرار بدین. استاد عزیز، در خدمت شما هستیم. مقدمتا آغاز بفرمایید و انشاءالله در ادامه سوالات یار بود در خدمت شما هستیم. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردین برای گفتگو در این جلسات و ما تشکر میکنیم از همه عوامل برنامه که دقت دارن، مناسبت ها رو رعایت میکنن و نیاز جامعه رو خوب تشخیص میدن. خدا خیرتون بده. پیامبر اسلام
خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بارها در زندگی خودشون و حتی در آخرین و واپسین لحظات عمرشون تأکید داشتند بر دو چیز. می‌فرمودند که انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، که معروف به حدیث ثقلین، یعنی هر مسلمانی باید این حدیث ثقلین رو حفظ باشه، بلد باشه که پیغمبر ما را بعد از خودش به چی کسی و چی چیزی ارجاع داده. می‌فرماید من در میان شما دو چیزی گرانبها بر جا می‌گذارم، یکی قرآن و دیگری اهل بیت. بعد حضرت اینجوری اشاره کردن که هما که هاتین، این قرآن و اهل بیت مثل این دو انگشت سبابند که هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارد و هیچ کدوم از دیگری نقصی و کمبودی نداره. لا که هاتین، اینجوری نیست که یک انگشت وسط مثلا یک برتری بر این انگشت سبابه دارد که بلندتر از اینه. بعد فرمود من شما را ارجاع میدم به این قرآن و اهل بیتم. ما این تمسکتم به ما لن تزل ابدا، اگر بعد از من به قرآن و اهل بیت مراجعه بکنید هیچگاه گمراه نمیشید. این حدیث ثقلین هم در منابع شیعه وجود دارد و هم در معتبرترین کتاب ها از کتاب های برادران عزیزمون اهل تسنن وجود دارد، یعنی در صحاح سته حدیث ثقلین آمده، در کتاب های معتبر دیگر در شروح صحاح سته حدیث ثقلین آمده، حتی پیامبر طبق اون چی که مسند احمد ابن حنبل نقل میکند یا سنن صحیح ترمیزی که البانی تصحیحش کرده به سنن صحیح ترمیزی ایشون نقل میکنه یا صحیح مسلم نقل میکنه، پیامبر سه مرتبه فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی شما رو به خدا نسبت به اهل بیت من حواستون باشه، خدا رو در نظر بگیرید نسبت به اهل بیتم، خدا رو فراموش نکنید نسبت به اهل بیت، که باید به این دو با هم مراجعه کنید، یعنی قرآن و اهل بیت پیغمبر. ما الحمدلله در تمسک و رجوع به اهل بیت پیغمبر الحمدلله رب العالمین بدنه جامعه مسلمان موفقیت خوبی داره. نمونه بارزش همین اربعین حسینی است. شما نگاه کنید این همه جمعیت و عاشقان پیامبر اسلام و خاندان پیغمبر از سر تا سر جهان، شیعه و اهل تسنن، شیعیان با همه فرقه هاش حضور پیدا میکنن در راهپیمایی عظیم اربعین. خب این دستور پیغمبره و دستور قرآنه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، همون گونه که قرآن نسبت به رجوع به اهل بیت، مودت به اهل بیت، و پیغمبر نسبت به مرجع قرار دادن اهل بیت تأکید داره، در مورد ارجاع مردم به خود قرآن هم تأکید شده. در همین حدیث ثقلین می‌فرماید این دوتا با هم باید مورد مراجعه مردم باشه. یا در قرآن پیامبر اسلام حکایتی را از زبان پیغمبر قرآن نقل میکنه، یعنی بازگو میکند صحنه قیامت رو که پیغمبر ممکن است بگوید که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا من از این امتم شکوه میکنم که قرآن بین اینا مهجور شده، قرآن مهجور شده، یعنی آموزه های قرآن، تعالیم قرآن، حفظ قرآن، یاد دادن قرآن. بله یاد دادن قرآن، تلاوت قرآن. پیامبر اسلام فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسانی هست که قرآن رو یاد بگیرد و به دیگران تعلیم بده. الان جامعه اسلامی متاسفانه اونقدر از قرآن فاصله گرفتن که بارها الان ما میبینیم در یک موضوعی که خیلی واضح و از ضروریات دینه و در قرآن آیاتی در مورد اون نازل شده سوال میکنه، میگه مثلا مگر در فلان موضوع آیه‌ای در قرآن داریم در مورد مثلا حجاب که یکی از ضروریات دینه، الان همین سوال میگه کجای قرآن در مورد حجاب گفته؟ اصلا قرآن در مورد حجاب آیه نداره. خب این نشان دهنده اینه که جامعه از قرآن فاصله گرفته و هر چقدر ما از این معلم وحی فاصله بگیریم در قدم اول در جا میزنیم. حالا مثلا شما ببینید اگر یک مدرسه ای معلمینش نیاد یک سال نیاد چی میشه؟ حد اقلش اینه که یک سال اینو عقب میمونه، ولی در اون زمینی که معلم نیست هزار مفسده دیگری ممکنه سراغ این دانش آموزان بیاد. بله. که الان جامعه امام همینجوری شده،
جامعه ای که به قرآن و اهل و بیت پیغمبر تمسک نکند، اون جامعه از زلالت و گمراهی در امان نیست. زمان جامعه بیمه می شود که به حرف پیغمبر عمل کند و به قرآن و اهل و بیت رجوع بکند. از جمله مصادیق تمسک به قرآن، انس با قرآن هست در قالب حفظ قرآن. حفظ قرآن. بله. روایات فراوان و آیات هم در قرآن کریم داریم، در قرآن تا آیه داریم که می‌فرماید در مورد حفظ قرآن و کسی که این قرآن رو به سینه دارد، مطالب در اون آیه مطرح شده. که این رو اگر استاد اجازه بدید به صورت مفصل‌تر در بخش بعدی به سراغش رویم و لحظات آنی هست که در همراه عزیزمان در اتاق فرمان باشیم و برنامه که آمده کردن ما رو ببینیم بشنیم و در خدمت شما استاد عزیز انشاءالله خواهیم بود. شما ایزان هم جای نروین، برنامه وقت بیداری همچنان ادامه دارد. در بخش بعدی در خدمت شما خواهیم بود. یا صاحب الزمان، جوانان برای خرسندیت جان در دایره شهادت گذاشتند و مردانمان موی در ساحت انتظار سپید کردند و پیرانمان بیتاب لحظه دیدارت از سراسر دنیا کوچیدند و دریغا که نیامدی. کاش لحظه‌ای در ضیافت نگاهت به زیارت خدا مشرف می‌شدی و در صحن چشم‌هایت به پابوس خورشید عشق می‌آمدی. کاش آنی در آسمان سیمای زیبایت به تماشای بدر دیده به هلال ابرویت می‌نشستیم و رنج روزگار هجران به عشق اشتیاق می زدودیم. ای یوسف فاطمه، عیار سفر کرده، هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می‌گریند و فقط با تماشای قامت تو بینا می‌شوند. ما در کنار دروازه دل‌هایمان شاخ گل‌های ارادت به دست گرفته، هر آدینه منتظریم که چون رسول اعظم که از مکه به مدینه النبی هجرت کرد، از مکه طلوع کنی و به مدینه المهدی دلهایمان پا گذاری. یا صاحب الزمان، بی خبر در بزن و سر برس از راه، بی خبر در بزن و سر برس از راه، مثل باران بهاری که نمی گوید کی. همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه به وقت بیداری و همچنان جناب استاد موسوی عزیز در این برنامه تشریف دارن. موضوع هم قرآن از حفظ تا تدبر هست و استاد فرمایشاتی داشتن که ما رفتیم به میان برنامه، یک میان برنامه بسیار زیبا در مورد امام زمان هم با هم دیدیم و شنیدیم و انشاءالله در محضر شما هست. بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزانی که تا حالا برنامه رو دنبال کردن، بنده در قسمت اول در رابطه با اهمیت مراجعه به قرآن و اهل بیت حدیث ثقلین رو خواندم که پیامبر اسلام می‌فرماید راه نجات امت من این است که به قرآن و اهل بیت با هم تمسک بکنه. اگر ما می‌بینیم در جامعه اسلامی انحرافات فکری به وجود میاد، بعد دردسرهایی در سطح کلان برای تمام مسلمانان، آبروریزی‌های برای اصل اسلام و اسلام ستیزی‌ها در جهان غرب و در کشورهای غیر اسلامی پدید میاد با ظهور مثل داعش و افراد امثال آن، این دلیلش اینه که بدنه جامعه اسلامی با قرآن و اهل بیت مأنوس نبودن.
یا فقط رفتن سراغ ظواهر قرآن و از تفسیر قرآن که توسط حاملان اصلی قرآن که اهل بیت پیغمبر باشه غفلت کردن، یا اینکه در این سمت به سمت مراسمات عزاداری و امثالهم زیاد وقت گذاشتن اما از تفسیر قرآن و رهنمودهای جامع قرآن تا حدودی کم گذاشتن و غافل شدن. ولی هر دو تا اینها اشتباه است. قرآن پیامبر اسلام میفرماید که شما به هر دو با هم باید تمسک کنید، یعنی معیت داره، با هم باید باشد. و هما لا یفترقا، بله، و هما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. این قرآن و اهل بیت جدایی ناپذیرند، یعنی بدانید که نباید جدا بشه از هم دیگر، که اگر جدا شود دیگه نمیتونه. یذل به من یشا میشه خود همین قرآن، یذل به من یشا و یهدی به من یشا. بعضی ها با همین قرآن گمراه میشن. فرقه هایی که در طول تاریخ اون همه آدم کشتن به همین ظاهر قرآن استناد میکردن، در حالی که قرآن هدن للمتقینه. خب قرآنی که هدن للمتقین هست چه زمانی هدن للمتقینه؟ زمانی که ما با قرآن مأنوس باشیم و قرآن را از معلمین قرآن یاد بگیریم. عرض کردیم یکی از راه‌های انس با قرآن حفظ قرآنه، که در روایات متعددی نسبت به حفظ قرآن رسول مکرم اسلام و همچنین امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت تأکید کردند که باید قرآن را حفظ بکنید. شاید یک سوال در ذهن بینندگان عزیز بیاد که آقا شما در اون زمان رو تلقی و تصور بکنید، عوامل متعددی بوده برای اینکه قرآن تحریف بشود یا از بین بره یک بخشی از قرآن یا مثلا به آیندگان نرسد، لذا پیامبر اسلام دستور دادن که باید حفظ کنه مسلمانو. ولی در این زمان شاید خیلی نیازی نباشه. ولی این نه، اینجوری نیست واقعا. یعنی از متن روایات اینچنین برمیاد که حفظ قرآن خودش مطلوب است. خود همین که آدم قرآن را حفظ داشته باشه، ولو این که اون مسئله تحریف قرآن اصلا در بین نباشد، رساندن قرآن به آیندگان در کار نباشه، همه خود حفظ داشتن قرآن مطلوبه و حسن ذاتی داره به تعبیر ما طلبا. پیامبر اسلام میفرماید که کسی که قرآن حفظ ندارد، جسد او مثل یک بیت خرابیه، یعنی یک خانه خرابیه، خانه مخروبیه. جان انسان زمان آباد می شود که در این جان وحی وجود داشته باشد و با آیات نورانی قرآن آباد بشه و روشن بشه. خب داریم روایت فراوانی داریم نسبت به تأکید به حفظ به قرآن. یک دسته از روایات اینچنین هست که می فرماید که خود حفظ قرآن برای انسان مقاماتی در آخرت میاره و امتیازاتی در بهشت میاره و عرض کنم که در همین دنیا هم سبب جذب و جلب بسیاری از برکات خدا میشه. این خود حفظ قرآن با قطع نظر از تدبری در قرآن که به دنبال حفظ قرآن میاد، با قطع نظر از یاد گرفتن تفسیر قرآن، پیاده شدن فرهنگ قرآن در جامعه، اینا را اصلا کار نداریم فعلا. بله. اونم هست در روایت دیگر. روایت پس چند دسته؟ یک دسته میگه خود حفظ قرآن این آثار رو داره بدون توجه به معنا، بله، و تدبر در آن، یعنی با قطع نظر از اون فواید. بله. یکی از فواید حفظ قرآن اینه که در این روایت رسول مکرم اسلام میفرماید که من قرأ القرآن حتی یستظهر و یحفظه، کسی که قرآن رو تلاوت بکند، مکرر برنامه تلاوت قرآن داشته باشه. که همینجا بین پرانتز عرض بکنم برادران و خواهران مسلمان، این قرآن تنها وحی دست نخورده است که امروز در اختیار من و شما قرار داره. سعی کنیم در 24 ساعت یک برنامه تلاوت قرآن داشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود از ما نیست کسی که در شبان روز 50 آیه حداقل نخونه. اگر 50 آیه تلاوت بکنید اسم شما از غافلین مکتوب نمیشه. میفرماید که کسی که قرآن رو تلاوت بکند، بعد تا اونجایی که حفظ بشه قرآن رو، همین ادخله الله الجنه، خدا این فرد رو اهل بهشت قرار میده، داخل در بهش میکند. و یشفعه فی عشرت من اهل بیته، و این فرد را شفیع قرار میده برای 10 نفر از اهل بیتش، اون 10 نفری که چنین صفت دارد که قد وجبت لهم النار. 10 نفر از اهل، از اعضای خانواده این فرد، فرض کنید که اهل جهنم بوده
و قرار بوده به جهنم برود، طبق این روایتی که از پیامبر اسلام رسیده که در منابع شیعه و اهل سنت هست، حافظ قرآن حق شفاعت پیدا میکنه. فقط به خاطر حفظ قرآن. فقط به خاطر حفظ قرآن. نگاه، این مقامیه که خدا برای حافظ قرآن داده. عرض کردم جدای از این که حالایی که وقت حفظ میکنه تدبر در قرآن هم هست، اون همه ثواب و آثار دستش میرسه و زندگیش قرآنی میشه، اون آثار هست در جای خودش. حالا میگه وجبت له الجنه و ادخله الله الجنه، خدا اینو وارد بهشت میکنه. و یشفعه فی عشرت من اهل بیته، عشرت من اهل بیته، 10 نفر از اهل بیتش که قد وجبت لهم النار، آتش جهنم در انتظار اونها بود و اینا جهنمی بود، خدا شفاعت این فرد رو قبول میکنه. بسیار، بله، بسیار ثواب، این مقام بسیار بالایی، مقام عظیم که طرف مثل انبیا میاد شفاعت میکنه. تو روایت دیگر هم داریم که پیامبر اسلام میفرماید اکرم حملت القرآن، حمله قرآن رو کسی که حامل قرآن هست، حافظ قرآن هست، محتوای قرآن رو به جامعه میرساند، اینا رو اکرام کنید. چرا که اینا در نزد خداوند متعال خیلی خیلی جایگاه ویژه‌ای دارد و اینها مثل انبیا هستند. تعبیر پیامبر اینه، الا اینکه وحی بر اینها نازل نمیشه. یه وقتی وحی بر انسان نازل میشود، میشه پیغمبر و اون وحی رو برای مردم بیان میکند. یک وقتی وحی نازل شده پیامبری را، مثلا فرض کنید مسلمانانی که حافظ قرآنن، مبلغ دینن، میان این وحی نازل شده رو بدون اینکه غرض و عرض کنم که مصلحت های شخصی خودش دخالت بده، برای مردم میرساند. خب اینم میشه حامل وحی دیگه. لذا پیامبر فرمود اینا رو اکرام کنید، اینها رو احترام بذارید. کسی به حامل قرآن، کسی که به حافظ قرآن احترام میذارد و اونها رو گرامی میداند، خدا رو گرامی داشته. این متن روایتی، بله، این حدیث از پیامبر اسلام که خیلی حدیث جالبیه، امیدوارم عزیزان بهش توجه بکنن و نسبت به حفظ به قرآن یک همتی بکنن. خیلی هم آسونه از این برنامه های به درد نخوری که ممکن است صدها مثلا فرض کنید داستان و قصه و جریان تو حافظه ما باشه که اگر اونها رو بریزیم روی یک میزی بخوایم محاسبه بکنیم، هیچ ارزشی برای نگه داشتن در خزانه ذهن نداره. به جای اونها بیایم قرآن رو بزنیم در قلب ما باشه، در ذهن ما باشه. بله. و چقدر زیباست، پیامبر اسلام فرمود که آقا دوست داشتم، دوست دارم که این قلب قرآن در قلب همه پیروان من و عرض کنم خدمت امت من حضور می داشت. منظور از قلب قرآن سوره مبارکه یاسینه. بله. اگه ما نمیتونیم همه قرآن رو حفظ بکنیم، لااقل این شاه بیت های قرآن رو به تعبیر ما، مثل سوره مبارکه یاسین، سوره واقعه، سوره ملک، سوره هایی که آثار و فواید زیادی داره، مثل آیت الکرسی. خیلی بده و واقعا که یک مسلمان آیت الکرسی رو حفظ نباشه. بله. یا چارخول رو حفظ نباشه. اینا رو حفظ بکنیم، خیلی آثار داره. از جملهش این که آدم رو از بلاها حفظ میکنه، از مشکلات حفظ میکنه، از گرفتاری ها حفظ میکنه و برای رفع عرض کنم بیماری بسیار از این آیات آثاری داره که اگر رسیدیم یک وقت انشالله اشاره میکنیم. انشالله. استاد عزیز، شد در بخش بعدی ما یک سوال از خدمت شما دارم در مورد خانواده هایی که فرزندان خودشان ترغیب میکنن و تشویق میکنن به خواندن قرآن و حفظ قرآن. حتی گاهی اوقات طفلکان سواد خواندن هم ندارن، ولی از حفظ بعضی از سور کوچک قرآن حفظ میکنن و چقدر شیرین هست. انشاءالله در بخش سوم در مورد این موضوع هم از شما سوالاتی خواهیم داشت. اگر اجازه بدین یک رفت و برگشت رسانی بسیار کوتاه داشته باشیم و باز در بخش بعدی انشاءالله همراه بزرگواران در خانه هم و همراه شما استاد گرامی در ادامه به وقت بیداری انشاءالله خواهیم بود. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم، دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم.
خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز، تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا، هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و العف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد. هنوز هم تا همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، ای دیدنت بهانه ترین خواهش دلم، فی بکن برای من و آتش دلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض ادب و احترام مجدد محضر یکایی که شما بزرگواران، شما که لطف میکنید و با پل ارتباطی برنامه در ارتباط میشین، ما میخواهیم که صدای زیبای شما، متنهای زیبای شما را در برنامه حتماً ببینیم. مثبت 964 780 255 4013. اگر این برنامه را در پخش زنده موفق نشدید که ببینید و همراه ما باشید، حتما در فضای مجازی از طریق فیسبوک، اینستاگرام، آپارات و یوتیوب این برنامه را سرچ کنید و دیگر برنامه های شبکه جهانی هادی را هم می توانید از این طریق ببینید. در محضر شما هستیم با موضوع قرآن از حفظ تا تدبر. استاد عزیز، در این بخش با توجهی که تایم برنامه ما رو به پایان هست، سوالی که مطرح میشه و شبهی که این روزها بسیار ملموس هست در فضای مجازی و در زندگی کنونی ما، این است که با توجه به عصر ارتباطات، با توجه به این همه امکانات ارتباط جمعی که ما داریم و دسترسی آسان ما به همه اطلاعات، نه تنها قرآن کریم، به همه اطلاعات احادیث، روایات و دیگر منابع، آیا باز هم نیازی هست که ما قرآن حفظ کنیم؟ چه فضیلتی داره حفظ قرآن؟ البته که شما از ابتدای بحث در این موضوع، در این رابطه چند فرمایشی داشتین، اما باز هم به صورت خاص و ویژه به این موضوع انشاءالله بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال بسیار به جایی هست، سوال خوبیه. خب در پاسخ عرض میکنیم که حفظ قرآن فقط فایدهش این نبود که ما به اطلاعات قرآن دسترسی داشته باشیم. یک سلسله فواید معنوی دارد که حافظ قرآن رو اهل بهشت قرار میده. در اخلاقیات، رفتار، کردار، گفتار و سبک زندگی حافظ قرآن تأثیر الهی و تأثیر مثبت داره. یعنی کسی که قرآن را حفظ دارد، در تمام وجودش وحی پیاده شده. بسیار بسیار نسبت به اون فردی که با قرآن بیگانه است و شاید در عمرش یک بار مثلا یک آیه از قرآن رو سرچ بکنه در فضای مجازی، شاید هم نکنه. بسیار بسیار فرق داره. کسی که تمام وجودش هر لحظه با قرآن سر و کار داره، کسی که با قرآن مأنوسه و اون یک زندگی قرآنی و آرامش بخش داره. به عبارت دیگر، حفظ قرآن بدون تلاوت‌های مکرر، بدون قرائت قرآن، بدون برنامه تکرار محفوظات، حفظ قرآن باقی نمیمونه. و وقتی که انسان این آیات وحیانی رو، این آیاتی که سراسر نور، پیوسته تکرار میکند، طبیعتاً شخصیت انسان متأثر از این محتوای غنی وحیانی میشه، چون انسان تأثیرپذیر از اینها. ما لذا بحث حفظ قرآن رو از این زاویه نگاه میکنیم که ما
چه بخواهیم چه نخواهیم احتیاج به آرامش داریم در این عصری که گمشده بشر آرامش، و این آرامش رو ما با ذکر خدا به دست میاریم. این سوال رو میشه در مورد نماز هم مطرح کرد، در مورد روزه هم مطرح کرد، در مورد همه واجبات که آقا چی ضرورت داره ما این واجبات رو هی تکرار مکررات انجام بدیم. خب در پاسخ میگیم چه ضرورتی دارد که ما به تکرار مکررات هی تنفس میکنیم، نفس میکشیم. نماز و عبادت و ذکر مثل نفس کشیدن برای روح انسان. روح ما با قرآن روشن میشه، جلا میگیرد، زنگارهایی که باعث زندگی روزمرگی و گناه سراغ انسان میاد با تلاوت قرآن از دل انسان پاک میشه. ذکر خدایه. جدای از این آثاری که عرض کردیم که حالا تو روایات داریم که پیامبر اسلام فرمود یکی از آثار حفظ قرآن اینه که انسان رو بهشتی میکنه، یکی دیگر از آثار قرآن اینه که درجات انسان در بهشت با افراد معمولی قابل قیاس نیست. درجاتی کی؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن. تو روایت میفرماید در این روایت که فإذا دخل صاحب القرآن الجنه، وقتی کسی که حافظ قرآن هست وارد بهشت میشه، خطاب میشه قیل له اقرأ ورقع، تلاوت کن آیه به آیه و با هر آیه یک درجه برو بالا. در این روایت میفرماید لکل آیه درجتون، برای هر آیه درجه است در بهشت. فلا تکن فوق حافظ القرآن درجه، یعنی بالاتر از درجه حافظ قرآن در بهشت درجه نیست. خب ببینید این حافظ قرآن خب مصداق اکملش خود پیامبر اسلام هست و اهل بیت پیغمبره، بعدم حفاظی که به قرآن از طریق اهل بیت رسیدن، از طریق پیامبر اسلام رسیدن به محتوای قرآن و عامل به قرآن بوده. چون یک دسته از روایت داریم که تمام این فواید و آثاری که ما در اینجا میشماریم مقید میکند که من حفظ القرآن و عمل بهی، یعنی اینا عموماتیه که باسته اون آیات تقیید میخوره، یعنی قرآن حفظش خیلی آثار داره. اما خوارج هم حفظ قرآن داشته، داعشی ها هم خیلی هاشون قرآن حفظ داشتن. اون قرآنی که اونا حفظ داشتن به جز انحراف چیزی ازش به وجود نمی آمد، چون تفسیرش بلد نبودن، عامل به حقیقت قرآن نبودن. لذا می فرماید که قرآن یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. روایت متعددی داریم، در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 7 هم می فرماید که منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات، بعضی از آیات قرآن آیات محکمه و خیلی هاشون متشابهه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به، اونایی که در قلبشون آلودگی گناه و خودخواهی و سوء استفاده از منابع وحیانی در جهت منافع شخصیشون وجود داره، آیات متشابه رو میگیرن، مثل همین داعشی‌هایی که گفتم، مثل خوارجی که گذشت، مثل فرقه های منحرف دیگر. پس بنابراین ما حفظ قرآن رو دارای آثار میبینیم، با قطع نظر از اینکه قرآن از تحریف مسئول میمونه، که واقعا میمونه و عرض کنم به آیندگان منتقل میشه، که اینا با این عرض کنم ابزار جدید قابل رسیدن هست. این آدم میتونه قرآن رو در این ابزار جدید حفظ بکنه، مثل میموری ها و نمیدونم هر چیز دیگری که هست، حافظه هایی که هست. اما آثارش که برای ما ظاهر نمیشه، که حالا تو گوشی بنده 10 تا قرآن، خب این کجا؟ و این که من هر لحظه قرآن رو از حفظ بخونم، در راه که میرم بخونم، منبر میرم بخونم، مخصوصا عزیزانی که تصمیم دارن تبلیغ دین اسلام رو انجام بدن در هر لباسی که هستن، چه لباس طلبگی و روحانیت، چه لباس استاد دانشگاه و غیره، هر چقدر آیات نورانی قرآن در حافظشون باشه به همون میزان مسلط بر بحثه. و این عرض کنم عصایی است که انسان رو از لغزش ها در تمام بحث ها حفظ میکنم. آن چیزی که همیشه همراه ماست ذهن ماست، قطعا، و در واقع فضای مجازی شاید همیشه در دسترس نباشه. این حتی اگه باشه انسان مراجعه نمیکنه، قرآن الان همیشه در فضای مجازی در دسترس باشه. خب طرفی که حافظ قرآن و بسیار ساعت با قرآن سر و کار داره، ولی او اصلا مراجعه نمیکنه. در روایت دیگر میفرمایید که آقا کسی که حافظ کل قرآن میشه یا حافظ بخشی از قرآن با قرآن مانوس میشه، یکی دیگر از آثارش اینه که خدای تبارک و تعالی این آدم رو از آلودگی های گناه حفظ میکنه. شما تصور کنید یک حافظ قرآن برای خودش آخر شب برنامه تکرار داره. حتما هر کسی که حافظ کل قرآن هست باید 3 جزء در روز بخونه، مثلا یک جزء صبح بخونه، یک جزء ظهر، یک جزء شب بخونه. خب این وقتی که این تلاوت قرآن رو داره با خدا مأنوس میشه، مرتبط میشه با قرآن، انس میگیره، تمام اون چی که حرام است را به خاطر نورانیتی که در قلبش ایجاد میشه کنار میگذاره. بله. میشه اینجوری که
پیامبر اسلام فرمود من قرأ القرآن عن حفظه، کسی که حفظ قرآن دارد و قرآن از حفظ میخواند، ثم ظن ان الله لا یغفر له کان ممن استهزأ بآیات الله، بعد کسی که قرآن را حفظ دارد و از حفظ تلاوت میکند بعد خیال بکنه که خدا او را نمیبخشه، این واقعا خیال بیجاییه. بله، یعنی فکرش هم نباید بکنه. از امام صادق علیه السلام باز روایتی است میفرماید اقرأ القرآن واستزهروا فإن الله تبارک و تعالی لا يعذب قلبا وعی القرآن، قرآن رو بخونید و به خاطر بسپارید، حفظ کنید، چرا که خدا قلب را که جایگاه قرآن شده است اون قلب رو عذاب نمی کنه. بازم عرض میکنیم این همون قرآن واقعی است که با فهم قرآن با تفسیر قرآن در وجود این شخص نقش بسته. اگه یه جوری باشه خب طبیعتاً خداوند متعال این شخصی رو عذاب نمی کنه. خیلی به جای، بنابراین خلاصه بحث در این بخش این میشه که ما روایات فراوانی داریم که در مورد حفظ قرآن تأکید کرده که برین قرآن رو حفظ بکنید به هر میزانی که میتوانید حفظ کنید، به هر اندازه‌ای که میتوانید. حالا یک کسی مثلا تمام قرآن رو حفظ میکنه، یکی مثلا 10 جز، یکی 20 جز، یکی 1 جز، ولی حفظ کنید. بهترین سفارش دین بر اینه که ما با قرآن مأنوس باشیم و بهترین راه انس با قرآن حفظ قرآنه. بله استاد، کمتر از 3 دقیقه تا پایان این برنامه وقت داریم و یک سوال بسیار خلاصه اگر وقت شد شما جواب شد به ما ارائه بدین که بله، بهترین بله. روش برای حفظ قرآن چی است؟ احسن، اینم سوال بسیار خوبیه. در رابطه با حفظ قرآن روش های مختلفی وجود داره و یکی از روش های اساتید تجربه کردن و به شاگردانشون هم توصیه میکردن همون روشیه که معمولا حفاظ زبردست قرآن از قدیم الایام در پیش میگرفتن، روش حفظ ترتیبی قرآن که آیه با آیه حفظ میشه. به این معنا که خب البته یک سری مقدمات دیگه هم لازمه بل. که کسی که حفظ قرآن انجام میدهد اولا باید وجود خودش رو از عادت بر گناه پاک کنه. با آلودگی نمیشه انسان وارد این حوض کوثر شود، باید اون آلودگی ها و گناه ها رو کنار بگذاره که خود خدا هم کمک میکنه به انسان. بعد وقتی خاص قرآن رو حفظ بکنه، یک قرآن باید انتخاب بکنه، قرآنی که قرآن واحد و یک زمان معین. پس قرآن باید یک قرآن باشه، زمانش هم باید یک زمان باشه و یک مکان مشخص. یه جوری نباشه که یک روز مثلا اینجا حفظ کنی، یک روز تو اتاق دیگه، یک روز دیگه مثلا بره توی فرض کنید که بیابون تو باغ. اینجوری حافظه انسان به هم میریزه. بهترین جا فرمودن برای حفظ قرآن یک مکان آرامیه که جلو انسان هم یک دیوار یک پرده سفید آویخته باشه که انسان حواسش به نقش و نگار جایی پرت نشه. بله. بعد همونجا بشینه. روشم اینه که آیه اول رو مثلا 2-3 بار تکرار میکنه، بعد آیه بعدی باز دوباره از اول، آیه اول رو با آیه بعدی با هم تکرار میکنه، باز دوباره آیه سوم رو تکرار میکنه چند بار که حفظ بشه، باز از اول آیه اول، بعد آیه دوم، بعد آیه سوم، همینجوری تکرار میکنه. بله. این حفظ میشه یک حفظ ترکیبی که روشی است که از قدیم الایام جوابم داده. اگر یک مقدار انسان وقت بگذاره میتونه راحت هر روز مثلا در 1 ساعت فرض کنید 1 صفحه از قرآن رو به حافظه بسپاره، به حفظ کنه. انشالله که همه همراهانی که در برنامه هستند تا هفته بعد چند آیه بیشتر حفظ کنند. حتما ما در بالاخره چند آیه از قرآن حفظ هستیم، اما انشالله با توجه به فرمایشات از عزیزالی در برنامه همه ما ترغیب شویم و تشویق شویم تا انشالله تا هفته بعد، تا برنامه بعد که اگر عمری باقی بوده در برنامه حضور داشتیم، آیات بیشتری از قرآن حفظ شویم و با حس و حال بهتری به این برنامه انشالله ملحق شویم. استاد عزیز از شما خداحافظی میکنیم، خدا خیرتان بده. انشالله که در برنامه بعد که نزدیک ایام ولادت هم هست انشالله به سلامتی شما را زیارت کنیم. انشالله. چشم. شما بزرگواران، شما همراهان و مؤمنان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتان را دنبال کردین، از تک تک شما عزیزان هم تشکر میکنیم، التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که زندگی ما و زندگی همه شما غرق با قرآن و مأنوس با قرآن باشه.